زد. اینا وسطش میرسونه بهتون که تو آدم بشی بفهمی که سیده آیت الله یا هر چیز دین ایمان علیکی برار. اومد گفت قرآن مارمولک، مارمولک قرآنه. پرستوی گفت، پرویش پرستوی گفت، پرویز پرستوی گفت شما تو خونه هر ایرانی بری یه قرآنه یه مارمولک ویدوش. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو با مارمولک یکی کرد. یعنی قرآن مارمولک بدبخته. همونطور که مسعود دهنمکیشون اومد گفت اکبر عبدی وقتی نمازش تمام میشه توی اخراجیا دست میده به ممرض شریف میگه، میگه تقلب الله، میگه الله تقلب کاره. خود اینا دارن میگن تقلب کاره، ولی مثل سروش که بهتون گفتم توی اردن دارن زندگی میکنن برای حفظ جونشون یه جوری حرف بزن. همین پرستوی هم بعد همه این مسائلش اومد گفت یه قرآن دارن یه مارمولک، یعنی قرآن مارمولک، مارمولک قرآن. بعد تازه همه مارمولک که درست کردن، خب بعد وقت ما هم بیچاره کنیم همینه دیگه، هم زود فراموش میکنیم هم زود میبخشیم هم زود خر میشیم با یک خنده که میکنن برامون. کل 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 خیلی چقدر خنده دام بودیم مارمولک، خیلی خنده دام دیدیم مارمولک آقا یکت خنده دام بود. خب بعد وقت بیچاره و بعد وقتت کردن دارن میکنن فیلم خنده بود نشون میدن تو حال میکنی زیر پات خالی میکنن زن بچه تی دزدیدن قتل عام دارن یه بیر رو قتل دارن. چی بودی فیلم؟ فیلم هم توته بود. اولا که با اجازه رسمی سید علی خامنه ای این فیلم ساخته شد. الان ما با هیچ کس نمیتونیم شوخی کنیم. با کی شوخی کردی؟ با هر کی شوخی کنیم میکشه دادگاه آقا جما. با هر کی، با خود تلویزیون شوخی کردیم نصفشو بخش کردن که دیگه. نه من معتقدم باید شوخی کن. من به پلیس هم گفتم یه وقتی چند سال پیش از این یه سریالی بود، فیلمی بود، چی بود که نیروی انتظامی اعتراض کرده بودم بهشون گفتم بی خود اعتراض میکن. به آقایون علما سر اون قضیه چی بود؟ مارمولک تبریزی ساخته بود. من به آقایون گفتم که شما به جای اینکه اعتراض کنید استقبال کنید، بگید دست درد نکنه که نشون دادی که. بعد سناریوی فیلم دزدی بود، سناریوش دزدی بود. مال کی؟ مال چارلی چاپلین. چارلی چاپلین میشناسین؟ از دو تا فیلم چارلی چاپلین، یک ما فرشته نیستیم، دو زائر. البته چارلی چاپلین کلیسا و کشیشا و اینا رو کرده بود، اینا جای کشیش میشیم شهره اولا آخونده رو گذاشتن اونجا. سناریوش بازی دزدی بود مثل همین سناری. دفعه پیش به تو گفتم که مثل 1001 روز که رفت امریکای بمبول در آورد فیلم فیزبولایی فلان فلان بردن تو امریکا هم نشون بدن با اجازه رسمی رفتن، بعد هم بودن بدبختیم دیگه بلاحت تا کجا. حالا فیلم هم که شما مارمولک قرآن، قرآن مارمولک، قرآن مارمولک، مارمولک قرآنه، خودش میگه یعنی کلک میزنه ریاکار تقلب هم اینا. یعنی خود اینا پرستوی گفت دیگه، من نمیگم این، من نمیگم بچه ها، پرستوی گفت مارمولک قرآن. سناریو مارمولک هم مال چارلی چاپلین، دو تا فیلم داشت، ما فرشته نیستیم، یکی هم زائر. اون کلیسا و کشیش رو دست انداخته بود، اینا اینجا اینو دست انداختن، خامنه‌ای هم که تاییدش کرد. خب ما تا کی میخوایم ابله باشیم به جور چیزه سرمون گرم کنیم از دشمن اصلی غافل بشیم؟ آقا دختر موتور سوار من با افتخار باید بچه ها شما با ماشین با فلان رد میشین باید بریزین پایین رابندین کنین با ماشینتون، بعد بیاین اونجا دختره رو سوار موتور کنین فراریش بدین. اون پلیسا رو نمیگم حالا بزنینشون، بدبختن اونا بیچارن، ایتوسین رئیسا رو بزنین، آخوند هر کی آیت الله تونستین بزنینش کتک، اینا هر رنگ دیدین رنگ ریختن رو سر سفیر روسیه اینا، از این کارا کنید، از این کاری بکنید. ولی میگم، نه نمیگم بکشینشون ها، با مخالفات مثلا کتک بزنید ولی پاسبان پاسبان ها نزنید، اینا خودمونن. فقط مثل این بچه که داره متصاحب میکنه دختر خانم رهنه خانم دست شما رو من میبوسم عزیزم دختر من، اینا تا میشین شما بریزین با ماشیناتون راه ببندین اینا رو هول بدین، اینا دختر بگید خانم سوار موتور چه فرار کن فراریشون بدین. خانم 30 تا پلیس جمع شدن. همه خوب چیزیه.
یا وقتی میبینید این خانم این زن محترم رو یه جور دارن با یه بلاگ، حالا یکیتون حتما فیلم بگیره، یک نفر، دو نفر، پنج نفر حتما فیلم بگیرید. آقا 50 نفر بریزید سر و پاسبانا اینا رو هلومول بدین بندازین کنار، زنه رو آزاد کنین، مثل 100 بار که تو ایران شده، مثل 1000 بار که تو ایران شده، این کار بکنید. مبارزه یعنی چی؟ یا مثل این پسر عزیزم، این نازنینم، پیداش کنین دست و پاشو ببوسین، مثل که تو شیراز بود. این معلم تعلیمات دینی یه هم میاد تو کلاس، میبینه این پسر نشسته قاعده گذاشته، معرکه گذاشته، بیره با واقعی بچه میگه الله، این بوته، اله فلان به اله اضافه شده، الله بوته، اصلا خدا نیست، خدای ما اهورامزده است. این در واقع میکنه یه واش وای مثل دو دقیقه معلم تعلیمات دینی مردی که نگاه میکنه، بعد یه میاد میگه چی میگفتی تو؟ تو چی میگفتی؟ شروع میکنه بچه رو جو کتک زدن. آدم دلش خون میشه رو ببینه. خب بچه نمره میخواد، تحصیل میخواد، مثل همه دیگه. مثال دکتر سروش اول بهتون زدم که 30 سال پیش به من گفت، من برای حفظ جان توی آمریکا هم که بود باز به من گفت، گفتم آقا پس اینا رو بگو، گفت برای حفظ جان من میرم ایران، بعد بعدان رو بعد 30 سال دیگه حرف میزنه. ولی توی ایران بنده خدا حفظ جان بچهش اینا، خب حتی امکان داره بود آقا خدا ما غلط کردیم، آقا ببرو بخش. چرا؟ چون این نابود میشه. ولی شما بچه های غیرتمند مشتی های ایرون به چای میشد، به چای زیر بازارچه تهران، به چای شیراز، تبریز، ای تبریزی های عزیز من، ای بچه های ارومیه، قهرمانان، ای دلاوران، ای دل ایران ارومیه، تبریز، شما بریزی ترتیب اینا رو بدید بزنینشون، بچه مردم اجازه ندین بزنین اونجور، اجازه ندین این کار بکنه، بزنینشون. همین مرتکه آخونده رو این آخونده لباس شخصی پوشیده که اونجا مرا درس میدن، ما خودمون معلم تعلیمات دینی بوده، معلمان رو رو سرمون میذاریم، معلمان رو میبوسیمش. پیدا کن اینا رو بزنین پدر سوختای حرم زاده رو، نگذارید که همینطور بیان هر غلطی دلشون میخواد بکنن. صندوق ما رو که خالی کردن، جیب ملتی که خالی کردن، دارن بر آقا آرده رو ببرن به عراق به اسم کربلا که به نون بزن مفتی بدن این زائرانشون بکنن، آقا اونا برگشت میزن میگه آرده تا توش کخ گرفته، شپش گرفته، سوس کردن تو آرده، تا من نمیخوایم حالا پول حمل بده میدن برگردن اون آرده رو. آردهی که از کربلا برگشت خورده به ایران، مردم خودمون نون ندارن بخورن، آردا رو میفرستن برای کربلا. توجه بفرمایید، اینا رو میفرستن برای کربلا در صورتی که مردم خودمون از گشنگی دارن میمیرن. بچه های زیادی میرن زندان. این خانم رو با شکم باردار تهدید به قتلش هم کردن تو زندان و در شرف مرگ. شما کجاست غیرتتون مردم؟ این خانم مهتاب قلی‌زاده عزیزم به 2 سال زندان محکومش کردن، 2 سال زندان برای یه بچه. چرا؟ چون در رابطه با تاریخ ایران کهنش پژوهش میکرده. آقا شما که خودتون دارین در میارین دروز پیروز هر روز در میارین که تهران 7000 ساله، تهران 7000 ساله شد. قبلا میگفتن این ایران تهران تازه ساخته شده، اینا آقا 7000 ساله شد. شما که میبینید تو خارج اینا رو نشون میدین، عکس مکسر افتخار میکنین به ایران تهران 7000 ساله. خب یک مهتاب قلی‌زاده داره در مورد تاریخ مملکتش پژوهش میکنه، شما زندانش میکنید، خجالت بکشید. زندانبان هم باید برخیزه بر علیه اینا، در زندان رو وا کنیم، میگه آقا در وا شد، بیایم ما یه کاری از اوکراین یاد بگیریم، چقدر قهرمانن اوکراینیا، ببینین چه جور مقاومت میکنن. تو ملت سلحشوری بودی و هستی، از تریاک معتادتون کردن، بدبختتون کردن، بیچارتون کردن، بیپولتون کردن. خواهدی که بیپولتر نمیشه که، از این بیپولتر میشه، تازه بدتر میشه وضعیتون. پاشین که به یزدان سوگند، به یزدان سوگند. سیاوش حافظ تابت میگه یادداشت کن، اگر مردم بلند نشین از این دختر موتور سوار،
از این زنی که اونجور کتکش میزنن، از این بچه‌ای که اونجور کتکش میزنن، از بچه خودت، دختر خودت، فرزند خودت دفاع نکنی با جانت، حتی مردک، زنک، عزیزم، نازنینم، جان فدای میهن. این ترانه مال نجیب بارور بود، آریایی اهل افغانستانه، تو ایران الان حتما. ببین چه ترانه قشنگی میگه. مطر می جنگیم بابا، احمد شاه مسئوله کشته شدن میشن، ستارخان ها، باقرخان ها، خطه ترپات آذربایجان، خطه قهرمان پرور، اصفهان هم اونجا، خوزستان هم اونجا، سیستان هم اونجا، بلوچستان هم اونجا، کردستان هم اونجا، همه وخزم وخزم بابا. روز به روز بدتر میشه. من به شما بگم، به یزدان سوگند، نان نخواهید داشت بخورید اگه بذارید این سادات تازی تا این حد شما رو چه بکنم. خب دیدم که آقای داروشون بیارتون بیدم که ناراحت بود، فیلمش رو چیز کردن، رفته تا خودش گذاشته، گفته مردم بیان ببینن. این سالها شما احترام در مورد خانم دوگوش صحبت کردید، ولی ایشون گفتگوش متاسفانه وارد حریم خصوصی شما شد. من فقط راجبه داریوش مرجویی هست بودم، همون شده حق گردن همه جوان ها و سینما هست. یک سید محمد پدر سوخته حرامزاده بیشرف، نایب رئیس کمیسیون عبدالله حسین میرزا حسن، مجلس که چه ارز کنم، طویله قالیباف، طویله پارلمان ایران، حرامزاده آمده گفته کلیه فروشی تو ایران رواج پیدا کرده و کلیه ها رو خوب میخرن، ما هم میخوایم حالا این رو تبدیل به بورسش کنیم، ارزش کنیم، پول بهتر بگیریم، سر ما کلا نره، میخوایم فلانش کنیم. حرامزاده اینا رو، این آدم ها رو میتونیم پیدا کنین. بچه ها، یعقوب لیس، حسن صباح، بچه ها، این نقشه جغرافی هست، عکس یه دونه شیر در اون پیداست. تحمورس که شاعر اصلی این ترانه هست، مال تحمورسه، دوست عزیز من بود، توی گمرک کار میکرد و دختر خانمش در هلند هست، درود دارم به دختر خانمش. تحمورس شاعر بزرگی بود، این شعرم مال اوی اصلش. بچه ها، این نقشه جغرافیا عکس گربه در آنجا، شیر، شیر، ولی همه مالمونه. تحمورس عزیزم، تحمورس روان شاد، سرطان گرفت و دهان رفت، من اینجا هم اومد دیدمش در اروپا، شاعر بزرگی بود. تو شیری مرد حسابی، نقش شیره، نظری نابودمون کنن. حالا من امروز این سند رو، چون بچه های از من خواستن، میگم سیاوش عویستی سند رو به ما